تظاهرات علیه نژادپرستی در سه قاره، موجی که مرگ جورج فلوید به راه انداخت مرزهای آمریکا را درنوردید. از میهمانان برنامه میپرسیم که این اعتراضات چقدر میتواند بر شانس دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری اثر بگذارد. در ادامه این 60 دقیقه، مرگ سه مهاجر افغان بر اثر آتش گرفتن خودرو آنها در یزد. سفیر افغانستان میگوید ایران پذیرفته که ماموران به طرف آنها شلیک کردند. بشی پایین. از یک کارشناس امور افغانستان و یک عضو مجلس نمایندگان این کشور میپرسیم آنچه در یزد اتفاق افتاد حادثه تلخ بود یا نمونه تازه از یک رویه خشن؟ نگاهی به 7 دهه فعالیت سازمان بهداشت جهانی، از پاسخ به دردهای جهانی بشر تا کشمکش با رئیس جمهوری آمریکا. و مرجان، خواننده و بازیگر قدیمی ایرانی، درگذشت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. 10,000 نفر در سه قاره جهان مقررات قرنطینه را در اوج یک بیماری همگیر به چالش کشیدند و به نجات پرستی در خیابانها نگفتند. از آمریکا تا اینجا در بریتانیا و از فرانسه تا استرالیا اجتماعاتی پرتعداد شکل گرفته که نام یک مرد سیاه‌پوست را فریاد می‌زنند. جورج فلوید. مرگ جورج فلوید در حالی که گردن او زیر زانوی یک پلیس سفیدپوست بود، آمریکا را شرمسار و جهان را منقلب کرده. در این گیرودار حرف از آزمونی سخت برای رئیس جمهوری آمریکا است در انتخابات پیش رو. رقیب او جو بایدن هم رسما نامزدی حزب دموکرات را به عهده گرفت. این غلغله‌ای که در آمریکا و حتی در جهان برپا شده، دونالد ترامپ جنجالی را در چه موقعیتی قرار می‌دهد؟ آزمونی خواهد شد برای مقبولیت او. بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از کسرا ناجی. میدان مقابل پارلمان امروز لندن شاهد تظاهرات دیگری بود در اعتراض به قتل جورج فلوید در آمریکا. اعتراض به نژادپرستی نهادینه شده و خشونت پلیس. تجمع هزاران نفر علی‌رغم توصیه دولت و پلیس که مردم در این بحران در شرایط شیوع کرونا تجمع نکنند. خیلی ها خطر ویروس کرونا را امروز به جان خریدند تا مشتشان را علیه بی‌عدالتی گره کنند. این زن میگوید بله، ویروس کرونا خطر بزرگی است، اما نجات پرستی قاتل بزرگتری است. و این زن میگوید به نظر او سفیدپوستا وظیفه مهمی دارند که فعالانه با نجات پرستی مبارزه کنند و تغییر ایجاد کنند. این زن میگوید با ماسک و دستکش و احتیاط به اینجا آمده. میگوید نجات پرستی هم مثل کرونا خیلی ها را در سکوت میکشد. نمیشود به خاطر کرونا مبارزه با نجات پرستی را نادیده گرفت. این چهارمین تظاهرات ضد نژادپرستی در لندن از هنگام قتل جورج فلوید، مرد سیاه‌پوستی که در آمریکا کشته شد. مسئله اینه که نژادپرستی اینجا هم در بریتانیا مشکل بزرگی است و خیلی از تظاهرکنندگان اینجا ظاهرا به این نتیجه رسیدن که میتونن از آنچه که در آمریکا میگذره انرژی بگیرن و اینجا هم تغییر ایجاد کنن. این زن میگوید به عنوان یک زن سیاه‌پوست در بریتانیا مدت‌های طولانی است که هدف نژادپرستی است و تبعیض و سوءظن پلیس. گزارش شده است در بریتانیا امروز 30% از زندانیان زندان‌ها سیاه‌پوست هستند و این در حالی است که تنها 10% از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند. تظاهرات امروز همزمان در تعداد زیادی از شهرهای بزرگ آمریکا و دنیا برگزار شد. کشته شدن جورج فلوید زیر زانوی یک افسر پلیس آمریکا نه تنها در آمریکا که در گوشه و کنار جهان مردم را متوجه مشکل بزرگ نژادپرستی و تبعیض در اشکال مختلفش در این جوامع کرده. نژادپرستی و تبعیض علیه گروه‌های قومی و نژادی که در اقلیت هستند از سوی نهادهایی که اکثریت جامعه را نمایندگی می‌کنند. تظاهرات مسالمت‌آمیز امروز را اینجا در لندن
شعبه بریتانیایی جنبشی سازمان داده بود به نام جان سیاهان مهم است. جنبشی بدون رهبری مشخصی. جنبشی که حالا از طریق شبکه‌های اجتماعی خیلی ها را در جهان به حرکت درآورده و آماده مبارزه کرده برای ایجاد تغییر و مبارزه با نژاد پرستی. کسرانجی، بی بی سی، مرکز لندن. خبرنگار ما هادی نیلی از جلو کاخ سفید با ماست. هادی، از فضای اونجا بگو برامون. جمال، تظاهرات تا اینجا یه روز حداقل کاملا آرام بوده. خیلی از تظاهرات کنندگان با خانواده شون، با فرزند خردسال، حتی با نوزاد اومدن. جمعیت قابل توجهی از افراد هستن که اینجا به نظر مثل بچه های مدرسه ای باشن. این تصویری هست که در یکی دو روز اخیر ما در تظاهرات در واشنگتن میدیدیم، ولی در یکی دو روز اول اعتراض ها که ساعت شب و با کم شدن معترضان التهاب بالا میگرفت و بعضا یک کلیسا اینجا پشت سر من یا بعضا خودروها در اطراف کاخ سفید به آتش کشیده شدن، دیگه الان چنین تصویری چندان دیده نمیشه. در یک دو روز اخیر تظاهرات مسالمت آمیز بوده. امروز بیشترین جمعیت معترضان در واشنگتن انتظار میره که جمع بشن. همین ظرف یک دو ساعت من میبینم از هر سه طرف این نقطه مقابل کاخ سفید داره جمعیت از خیابان‌ها میاد، را پای پیاده. جمعیت متنوعی هستند، هرچند تقریبا نیمی از جمعیت واشنگتن پایتخت آمریکا سیاه‌پوست هستند، اما این تظاهرات نه امروز و نه در روزهای گذشته محدود به سیاه‌پوستان نبوده و از در واقع جمعیت‌های مختلف جامعه آمریکا در این تظاهرات میشه دید. تصاویر زنده رو داریم از یکی از خیابان‌های دیگه واشنگتن. هادی، انتظار می‌رفت که امروز اجتماعی که شکل می‌گیره بی سابقه باشه یا بسیار وسیع باشه؟ چه تصویری می‌تونی بدی؟ آیا اون انتظارها برآورده شده؟ هنوز جمعیت در واقع راهی هست. هنوز تا یکی دو ساعت دیگه احتمالاً جمعیت همچنان خواهد آمد. در واقع قرار اصلی تظاهرات برای ساعت عصر واشنگتنه، یعنی تا ساعت 5-6 تا 3-4 ساعت دیگه قراره که جمعیت ها در نهایت جمع بشن. تظاهرات بدون مرکزیت گروه واحدی نیست که این تظاهرات رو همدیزی کرده باشه. از 20 نقطه مختلف شهر مردم قبل تجمع بکنن و بعد راهی کاخ سفید بشن. اینجا مقابل کاخ سفید، اینجا محوطه شمالی کاخ سفید، تقاطع خیابان 16 و اچ، بخشی از خیابان 16 به سمت شمال، یعنی حدود 2-4 حداقل دیروز نامگذاری شد رسماً. این محوطه به نام جان سیاهان ارزش دارد، شعار اصلی این تظاهرات و تظاهرات های دیگه که در این سالها هر بار بعد از کشته شدن یک شهروند سیاه‌پوست غیر مسلح در مواجهه با پلیس آمریکا این تظاهرات را افتاد. این شعار اصلی تظاهرات ها بوده و اینجا نامی است که شهردار واشنگتن برای این محوطه گذاشت. همون محوطه است که وقتی دونالد ترامپ خواست بیاد جلوی این کلیسای آسیب دیده عکس خبری بگیره، معترضانی که در خارج از ساعت منع تردد بودن و مسالمت آمیز تظاهرات میکردن با گاز پراکنده کرد. ممنونم از هادی نیلی از نزدیکی کاخ سفید و از یکی از مراکز تجمع معترضان در واشنگتن با ما. مرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور همگانی و بین المللی دانشگاه ویرجینیا تک واشنگتن هم از لس آنجلس با ما هستند. آقای بروجردی، این اعتراض ها آیا انتقاد از آقای ترامپ هم تلقی میشه؟ بله، بدون شک فکر میکنم این شکلی هست. با در نظر گرفتن اینکه صحبت های پرزیدنت ترامپ به قطبی شدن هرچه بیشتر جامعه امریکا کمک کرده در عرض این 3.5 سالی که در مصدر کار بودن و به خصوص در این 10 روز گذشته که این تظاهرات صورت گرفته، الفاظی که ایشون به کار برده با در نظر گرفتن مسئله حساس تبعیض نژادی بدون شک بسیاری رو در شرایط کرونا راهی این نوع تظاهرات کرده. این که ما امروز در امریکا شاهد این هستیم که تظاهرات نه تنها در شهرهای بزرگی مثل نیویورک و واشنگتن و لس آنجلس، بلکه در شهرهای کوچک امریکا هم داره صورت میگیره و در 34 ایالت امریکا دولت مجبور شده که گارد ملی رو بفرسته برای کنترل تظاهرات، فکر میکنم بیانگر گستردگی
تظاهراتی است و اعتراضی است که ما در این روزها مشاهده میکنیم. 4 ماه و 25-6 روز بیشتر تا انتخابات آمریکا باقی نمونده. شاید البته پیشبینی خیلی سخت باشه، ولی در انتخابات گذشته آقای ترامپ از دو قطبی کردن جامعه بهره برد. آیا آنچه که الان میبینیم ممکن است که پیامدی انتخاباتی برای او داشته باشه؟ بله، واقعا مسئله بسیار بسیار مهمی رو شما اشاره کردین بهش. ببینید، واقعیتش این است که آقای ترامپ رأی جامعه سیاه پوست امریکا رو به دست نمیاره. دفعه پیش هم این رو به دست نیاورد. حالا مسئله این هست که رقیب ایشون آقای بایدن، که ضمناً باید بگم کمک های مالی به کمپین ایشون از زمانی که این تظاهرات شروع شده خیلی بالاتر از گذشته رفته، آیا آقای بایدن خواهد تونست که جوانان سیاه پوستی رو که امروزه دارن در این تظاهرات ها شرکت میکنن به خودش جلب کنه، برنامه برای اونها داشته باشه؟ برای مثال آیا میتونه یک معاون رئیس جمهور سیاه پوست رو انتخاب بکنه که بخواد بر موج این اعتراضاتی که ما امروزه شاهدش هستیم سوار بشه و به پیروزی برسه؟ واقعیتش این است که اگر این تظاهرات ادامه پیدا بکنن در امریکا و این قطبی شدن جامعه امریکا بیشتر بشه، این مسئله به اضافه کرونا و مشکلات عدیده‌ای که با خودش به بار آورده، مانند 40 میلیون بیکار و این 100,000 نفر کشته‌ای که در امریکا ما شاهدش بودیم، میتونه به شانس انتخاباتی پرزیدنت ترامپ لطمه بزنه. از سوی دیگر همونجوری که داریم میبینیم، ایشون هم داره سعی میکنه خودشون رو به عنوان رئیس جمهوری که مدافع قانون هست و نظم هست ارائه بکنه تا بتونه رأی بیشتری از جامعه سفید پوست امریکا و به خصوص اخشار محافظه کارتر این جامعه رو با خودش همراه بکنه. آقای بروجردی، استدلال آقای ترامپ این بوده که از نظر اقتصادی خوب عمل کرده تا قبل از حالا همه‌گیری کرونا و بهره زیادی نصیب جامعه سیاه پوست شده، مثلا شغل ایجاد کرده برای اونها. با این حساب چرا باید او نگران پایگاه رأی خودش باشه؟ ببینید، اولا باید اینو در نظر گرفت که درسته فقر جامعه سیاه پوست امریکا از اواسط دهه 1990 میلادی رو به بهبود رفته نسبت به آنچه که در گذشته است، اما کماکان این اختلاف طبقاتی وجود داره. برای مثال دارایی متوسط یک خانواده سفید پوست در امریکا یه چیزی حدود 170 هزار دلار هست، در حالی که درآمد یک خانواده سیاه پوست حدود 17 هزار دلار هست. یعنی سرمایه‌ای که دارن، نه پولی که میگیرن به عنوان حقوق باشون، اون سرمایه که براشون باقی میمونه. یا وقتی شما نگاه میکنین به آمار دیگه، سیاه‌پوستان 13% جمعیت امریکا رو تشکیل میدن، ولی 23% کسانی که از کرونا مردن سیاه‌پوست بودن، یا حتی 33% کسانی که در زندان زندانی هستن سیاه‌پوست هستن. بنابراین اگرچه از لحاظ مبارزه با فقر وضعیت اونها بهتر شده و همونجوری گفتم فقط مختص سیاست‌های آقای ترامپ نیست، بلکه از زمان پرزیدنت بوش هم این مسئله بوده، کلینتون هم بوده، ولی به نظر میاد که امروزه این جوی که با این خشونت پلیس مشاهدش هستیم واقعا چیزهای دیگر رو تحت شعاع خودش داره قرار میده. شما اشاره مختصری فرمودید که ممکنه آقای بایدن حالا از این فضا بتونه بهره برداری بکنه یا نه، ولی در دوره دموکرات ها هم اعتراض های مشابه شد، اگرچه در سطحی محدودتر. تا چه اندازه دموکرات ها برنامه مشخصتر و روشنتری دارند برای اینکه با این مشکلات مقابله بکنند؟ بله، واقعیتش این است که همونجور که می‌دیم این مسئله تبعیض نژادی در امریکا واقعا یک مسئله ریشه دار هست و این اعتراض و انتقاد به هر دو حزب وجود داره. آقای بایدن هم تا به حال واقعا برنامه‌ای روی میز نذاشته که بتونه نشون بده به طور مشخص و نه فقط شعار انتخاباتی که من قرار کاری بکنم که وضعیت جامعه سیاه‌پوست رو عوض بکنم. امروزه فکر می‌کنم سقف انتظارات بسیار بالا رفته.
یعنی اینکه مردم منتظرن ببینن آیا واقعا قرار قوانین عوض بشه. برای مثال نحوه ای که پلیس رفتار میکنه با معترضین، با کسانی که دستگیر میکنن و غیره. و بنابراین دولت کابینه آقای ترامپ هم اگر بخواد تشکیل بشه، از همون بعد و شروع به کارش مجبور خواهد شد که یک برنامه مشخص رو واقعا روی میز بذاره برای مسئله سیاه‌پوستا و همچنین به غیر از سیاه‌پوستا افراد اسپانیایی تبار در امریکا که اونها هم از لحاظ دموگرافی وزنه سیاسیشون داره توی جامعه امریکا بالا میره. ممنونم از مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور همگانی و بین المللی دانشگاه ویرجینیا تک واشنگتن. اعتراضات در آمریکا از کشته شدن یک سیاه‌پوست بر اثر بدرفتاری یک مامور پلیس کلید خورد، اما مطالبات این جنبش اعتراضی فراتر از اصلاحات در پلیس آمریکا است. معترضان میگویند تبعیض نژادی در آمریکا ساختاری است و با وجود قوانین ضد تبعیض، واقعیت زندگی برای سیاه‌پوستان باعث شده آنها بیشتر هدف تبعیض‌های پنهان قرار می‌گیرند. مخالفان نظر دیگری دارند و میگویند تمایل به قانون‌گریزی و ارتکاب جرم در میان سیاه‌پوستان بیشتر است، وگرنه آنها با همت بالا و حسن نیت می‌توانند به بالاترین مدارج دست پیدا کنند. اما اعداد و ارقام درباره وضعیت سیاه‌پوستان چه می‌گویند؟ سیاوش اردلان این آمار را بررسی کرده. این همه خشم و اعتراض در آمریکا در خلأ ایجاد نشده، زمینه داشته. سیاه‌پوست بودن در آمریکا آسان نیست. زندگی برای خیلی از آنها بهتر شده، اما نه مثل سفیدپوستان. 50 سال پیش 47% سیاه‌پوستان آمریکا فقیر بودند. امروز 27% فقیرند. اما این هنوز 3 برابر بیشتر از فقر بین سفیدپوستان است. اما مشکل فقط فقر نیست. تبعیض هم هست. ما یک نژاد پرستی ساختاری داریم که شکلش عوض شده، ولی در نهایت 500 ساله که دوچارشیم. اگر شما در آمریکا سیاه‌پوست باشید، احتمال اینکه در محله‌های زندگی کنید که مدارس بدتر، خدمات پزشکی بدتر و مشاغل بدتر داشته باشید بیشتر است. نرخ بیکاری بین سیاه‌پوستان در پایین‌ترین سطح خودش در تاریخ کشور ماست. دونالد ترامپ گفته است بیش از هر رئیس جمهور دیگری در آمریکا به بهتر شدن زندگی سیاه‌پوستان کمک کرده. واقعیت این است. طبق آمار رسمی دستمزد متوسط سیاه‌پوستان 60% دستمزد سفیدپوستان است. در بریتانیا این رقم 90% است. طبق آمار بانک مرکزی آمریکا کل ارزش دارایی‌های یک سیاه‌پوست آمریکایی 1/10 یک سفیدپوست آمریکایی است. حتی ارزش دارایی‌های خیلی از سیاه‌پوستان منفی است، یعنی بیشتر بدهی دارند تا سرمایه. در نتیجه فاصله آنها با کارتون خوابی نگرفتن 1 ماه دستمزد است. 2 برابر سفیدپوستان احتمال مردن از امراض قلبی و ابتلا به مرض قند را دارند. 50% هم بیشتر از سفیدپوستان فشار خون دارند. خیلی ها ممکن است فکر کنند اگه سیاه‌پوستان بیشتر به دنبال یک کار آبرومند باشند تا درگیری با قانون، هیچ مشکلی ندارند و حتی می توانند رئیس جمهور آمریکا هم بشوند. پس باید پرسید اگر سیاه‌پوستان فقیرتر و مریضتر از سفیدپوستان هستند، به خاطر این است که بیشتر از سفیدپوستان مرتکب جرم می شوند یا قانون با آنها سختگیرتر است. نسبت سیاه‌پوستان زندانی به جمعیتشان 6 برابر این نسبت در بین سفیدپوستان است. یک تحقیق دانشگاه میشیگان نشان داد که سیاه‌پوستان به خاطر جرائم مشابه سفیدپوستان مجازات سختری میگیرند. چرا؟ این تحقیق دریافت قضات دادگاه‌ها معتقدند سیاه‌پوستان توانایی مالی پرداخت جریمه ندارند. پس به جای جریمه آنها را به زندان میفرستند و نگرانند که اگر از زندان آزاد شوند دوباره دست به خلافکاری بزنند. به عبارت دیگر چرخه فقر و بیکاری و تبعیض و اعتراض برای سیاه‌پوستان آمریکایی یک دور باطل است. سیاوش اردلان، بی بی سی. سفیر افغانستان در تهران که برای بررسی چگونگی سانحه سوختن خودروی مهاجران افغان به شهر یزد سفر کرده، گفته مسئولان ایرانی پذیرفتند که ماموران به طرف آنها شلیک کردند. عبدالغفور لیوال گفته که با 5 مجروح حادثه در بیمارستان و 3 نفر دیگر از آنها در اردوگاه و محل حادثه ملاقات کرده. کشته شدن 3 مهاجر افغان بر اثر آتش گرفتن خودروی آنها در یزد واکنش های زیادی در میان افغان ها داشته. دولت افغانستان هم گفته که مفصل در این باره تحقیق خواهد کرد. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. آن 3 مهاجر
در این موتر زنده سوختند. پایان دردناک زندگی. چند دقیقه قبل از این تصویر برداری، هیچ کس دقیق از درد و آنچه که داخل صندوق عقب ماشین رخ داده خبر ندارد. این جمله یکی از 14 سرنشین این ماشین گویای بخش کوچک آن لحظات است. بشین پایین. میخوری؟ بشین پایین. همین جمله سر زبان بسیاری افغان ها افتاده، نشانه ای از اعتراض بر رفتار با مهاجرین افغان در ایران. برخی این گونه رفتار با شماری از مهاجرین افغان در ایران را تبعیض نژادی خوانده و آن را با رویداد کشته شدن جورج فلوید، یک سیاه پوست آمریکایی توسط پلیس این کشور مقایسه کردند. آن یکی گفت نمی توانم نفس بکشم. این یکی گفت سوختم. غفور لیوال، سفیر افغانستان در ایران، دیروز راهی یزد شد و با مقام‌های ایرانی و مجروحین حادثه صحبت کرد. آقای لیوال به نقل از مسئولین ایرانی گفت که قاچاقبران انسان که 13 مهاجر افغان و یک مهاجر پاکستانی را سوار کرده بودند، به دستور ایست نیروهای امنیتی توجهی نکردند. نیروهای امنیتی به تایر ماشین شلیک می‌کنند که آتش می‌گیرد. اینا پذیرفتن مسئولین که فایر صورت میگیره و در اثر این فایر تایر این موتر هدف قرار میگیره و در اثر از او این تایر آتش میگیره، اما موتر با سرعت حرکت میکنه. ما با مجروحین حادثه صحبت کردیم، اونها گفتن که ما هر چی صدا کردیم بالای دریور که استاد کن که موتر می سوزن، متاسفانه دریور استاده نمی کنن تا زمانی که این آتش به حد می رسه که موتر و موانی کنار سرک تصادم می کنن. هنوز پرونده ادعای غرق کردن مهاجرین افغان توسط نیروهای مرزی ایران بسته نشده که پرونده سوخته شدن مهاجرین غیرقانونی باز شده. ایران بچه می‌بینی عام جوانان خدا قرآن فیصله کرد. دولت ایران می‌گوید مرزبانان این کشور هیچ دخالتی در رویداد غرق شدن مهاجرین نداشتند. شاهدین و مقام‌های افغان اما می‌گویند کار مرزبانان ایرانی بوده. هنوز نتایج تحقیقات دو طرف اعلام نشده. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته که نتایج بررسی‌های این قضیه باید همگانی شود. داستان مرگ آنهایی که به امید زندگی بهتر راهی خانه همسایه شده بودند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. دو مهمان داریم. مریم سما، عضو مجلس نمایندگان افغانستان از کابل با ما هستند و همینطور محمد حسین جعفریان، کارشناس ارشد مسائل افغانستان از مشهد. سال اول رو از خانم سما میپرسم. هنوز تحقیقات بر سر ماجرای هریرود تموم نشده، در یزد چه این حادثه رخ میده، برداشت شما چیه از این حادثه؟ متاسفانه یک رویه بسیار خشونت آمیز هست که همانطوری که شما اشاره کردین بعد از جنایت مرزبانان ایرانی در منطقه مرزی اتفاق میفته که مردم ما را بیشتر ناراحت میکنه از این قضیه، خصوصا واکنش هایی که این قضیه داشته. شما میدانین که در هر جای دنیا شاید عبور غیرقانونی اتفاق بیفته، اما رویه‌ای که در مقابلی صورت میگیره مطمئنا باید طوری سنجیده شده باشه که خشونتی را در بر نداشته باشه، کسی کشتن نشه، ولی برعکس این منطقه این قضیه اتفاق افتاده. به هر حالش سفیر افغانستان در ایران به منطقه میره و در نهایتش این مسئله باعث میشه که بپذیرن که شلیک صورت گرفته، گرچه من فکر میکنم هنوز هم قضیه را طوری مطرح میکنن که نمیخواین مستقیما بگن که خشونتی صورت گرفته، طوری میخواین وانمود بکنن که بگن سهوًا این اتفاق افتاده، اما به هر حالش خشونتی که صورت گرفته قابل پذیرش نیست. آقای جعفریان، خانم سما از رویه حرف میزن، از نظر شما آنچه که رخ داده یک اتفاق بعد از یک اتفاق دیگه یا یک رویه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بیننده و
مهمان محترم تو سلام میکنم. رویه وقتی هست که ماهی 160 هزار نفر وارد یک کشور نشن. رویه وقتی هست که این تعداد محدود باشه. رویه وقتی هست که این تعداد به 3 میلیون نفر در طول 40 سال نرسه. بله. اتفاق اینجا افتاده. مشکلاتی هست. همینطور که خانم سما گفتن اینجا خشونت های صورت گرفته. از جمله خشونت های اینه که 800 هزار دانش آموز افغانی در اینجا دارن تحصیل میکنن، به آمار رسمی آموزش رفته 630 هزار تا، غیر رسمی 800 هزار تا، سرانه شون ماهی 1200 دلاره، میشه سالانه 1 میلیارد دلار با خرج آموزش و پرورش مهاجرین افغانستانی میکنیم. اوج خشونت که دیگه از این بیشتر نمیشه خشونت، در این وضعیت بحران کرونا رایگان درمانشون میکنیم. رئیس جمهور ما که اسم یک شاعر معاصر رو نمیدونه، به محضی که آقای یعقوب یسنا که دینداری رو مصادف با عدم تفکر نادانی میدونه، باهاش تماس مستقیم میگیره، برای بچهش پرستار میگیره. اینا همه خشونت. اما در مورد اتفاقی که در یزد افتاده، دوست عزیز من، یک ماشین میاد با سرعت 160 کیلومتر از جلوی ایستگاه رد میشه. ناجای ایران، نیروهای زمینی ایران رجال الغیب نیستن بدونن این ماشین حامل تریاک، حامل تروریسته. وقتی به ایست توجه نمیکنه با 160 کیلومتر سرعت میره، سیستم احتراق داره تا ماشینی که تعقیبش میکنه رو در پشت سر آتش بزنه، یا تیغهای پنج پر پخش میکنه، به شلیک هوایی جواب نمیده. ما در اتوبان تهران و کرج هم ماشینی سرقت بشه تیر بلاستیکش میزنه. خب تیر بلاستیکش زدن، ماشین 8 کیلومتر رینگ رفته، بعد خورده آتش گرفته. شما بفهمید مد کجاست، ما باید چی کار بکنیم؟ آقای خانم سما، آقای جعفریان به چند نکته اشاره کردن، اگر پاسخی دارید. بله، ما فکر میکنم که توجیه خوبی نیست که وقتی چنین خشونتی صورت میگیره ما از کمیت استفاده بکنیم، از کمیت تعداد مهاجرینی که در ایران هستند، در کشورهای مختلف، از کشورهای مختلف مهاجرین مختلف هستند، ولی در چنین قضایای سعی بر این میشه که چنین اتفاقی نیفته، اصول حقوق بشر را رعایت بکنن، اصول بین کشورها را رعایت بکنن، اصول داخلی بین کشور خود حتی رعایت بکنن و منجر به خشونتی نشه. و در مورد اینکه این موتر از اونجا گذر کرده، مطمئناً گزارش داشتن استخباراتی یک کشور این مسئله را حتما دنبال میکنه و در نهایتش میدانستن که شاید چه کسانی داخل این موتر بودن یا به هر حال چه چیز را انتقال میدادن. بحث اصلی که رویش باید توجه بشه برخوردی هست که در مورد این مسئله صورت میگیره. باید مکانیزم های مشخصی در نظر گرفته بشه و وجود داشته باشه، اصول مشخصی وجود داشته باشه که وقتی چنین اتفاقی میفته چگونه برخورد بکنن. اگر شما بحث سرعت موتر مطرح میکنین، پس چطور فکر میکنین که در اون سرعت در نهایتش این گلوله اصابت میکنه به تایر موتر؟ من فکر میکنم که این قضیه بیشتر باید بررسی بشه، هم از بود حقوقی و هم از بود تکنیکی. ولی توجیه کردن با چنین فاکتورهایی که ایشان مطرح میکنند فکر میکنم که نادرست است. آقای جعفریان، بارها حوادثی از این دست افتاده. یک سوالی که مطرحه یا یک ظنی که وجود داره این است که گویا مأموران امنیتی در ایران خیلی نسبت به امنیت جان افغانهایی که مسافر هستند، مهاجر هستند یا به هر شکلی در ایران از ایران رد میشند حس نمی کنند. چنین چیزی رو قبول دارید؟ ببینید آقای موسوی، اولا خانم مهمانتون ظاهرن جوان هستن، براشون عجیبه که یک ماشین با این سرعت تیرشو بزنن. 100 تا فیلم توی اینترنت هست که ماشین سرقتی رو در اتوبان تهران کرج تیرشو زدن، با گلوله میزنن تا ماشین بیست. وقت بیست دادن بزا با این چیزای پیش پا افتاده موضوع رو سعی نکنین به سمت بیریر بکشین. این هم که باز تاکید کردین مسائل حقوق بشر، اینها اروپا الان روی 1.5 میلیون مهاجر مونده، 30 تا کشور اروپایی دارن نابود میشه. اما اگر همین همدلی و آرسانگیری در ورود افغان ها نبود، 3 میلیون افغان الان اینجا نبودن. دارم عرض میکنم ماهی 162 هزار تا دارن وارد میشن. اینا پس چجوری وارد میشن؟ با همین آسودگیریه که دارن وارد میشن خانم. حالا یک مورد اتفاق افتاده. من این سوالو میخوام بپرسم، قبلا 100 بار از این اتفاق افتاده. 100 بار. در کمتر از 6 ماه پیش تصادف شد در محور خاش به سروان که 50 تا
کشته و زخمی داشت، حدود 30 تاشون مردن فقط، که من جگرم آتش گرفته و چرا دولت افغانستان واکنش نشون نمیده. سوال شما آقای موسوی باید این باشه که چطور شده ناگهان کابل براش مهم شده این چیزا؟ اون موقع ندادن، اون موقع چرا سال 10 سال این اتفاق تو این جاده ها داره میفته، الان چرا مسئله براشون مهم شده؟ سال اصلی اینجاست چرا وقتی که خود پنتاگون داره میگه من 107 تا غیر نظامی رو تو سال 2019 کشتم، چرا برای این هیئت تشکیل نمیدن؟ مثلا یه چیزی بله خانم سما، سوالات این هست که باید به اونها پاسخ داد تا بعد به این خیلی جالب است که آقای رفایی اشاره میکنن که مسائل پیش و پا افتاده، آیا کشته شدن این آدم ها به هر دلیلی که باشه آیا پیش و پا افتاده است؟ آیا ما مسئله حریر و جنایتی که در منطقه مرزی اتفاق افتاده ایران میتونیم بگیم پیش و پا افتاده است؟ ما فکر میکنم که بیشتر از این که خواسته باشیم جبهه گیری بکنیم و با این روی کرد خواسته باشیم که نگاه دو ملت غبارآلود بکنیم، منفی تر بکنیم، بهتر است که بیاییم این قضایا رو قبول بکنیم که اتفاق میتونه در هر جای دنیا بیفته و در مقابلش یک واکنش مسئولانه قانونی و در خور یک کشور اسلامی همسایه و دوست داشته باشیم تا اینکه خواسته باشیم این موارد پیش و پا افتاده برچسب بزنیم. آیه جعفریان شما گفتید که در 10 سال گذشته مکرر از این چیزها اتفاق می افتاده، 100 مورد هم کلمه 100 رو به کار بردید رخ داده در گذشته، با این وجود قبول ندارید که نوعی رویه است؟ من گفتم که کشته شدن اینها پیش و پا افتاده است. شما اشاره کردید گفتید که یک حادثه پیش پا افتاده رو نباید بهانه بکنیم، چیزی در شبیه این گفتید خانم سما. البته سوال رو آقای جعفریان از شما میپرسند. بله دقیقا همه فکر میکنم شنیدن این بحثه که اشاره کردن، دقیقا جمله یا کلمه پیش پا افتاده رو. شما خانم اگه منو میشناختین همچین اتهام به من نمیزدین، اگر من همچین چیزی هم گفتم قطعا صحیح بوده. همینجا سزاعت شده دارم. من نمیدارم که شما چرا میخواین بحث تنش آلود بکنین، کسی با شما اتهام نمیزنه. دو کشور همسایه هستیم و قبل از او انسان هستیم و داریم در مورد کشته شدن چند آدم صحبت میکنیم که فکر میکنم هم برای شما باید مهم باشه هم برای ما و هر آدمی که داره این مصاحبه را میبینه. آقای جعفریان بفرمایید پاسختون بدید. خانم اگه بخواید صحبت منو قطع کنید منم ناچارم وقتی شما حرف میزنید صحبتتون قطع. وقتی شما متولد میشدید در مشهد استانداری بود به نام آقای مفیدی که بسیار آزار میداد افغان ها رو، و شما که اینجا تحصیلات ابتداییتون رو گذروندین شاید کریم قول یادتون باشه. بارها به خاطر حمایت از افغان ها من در اینجا حکم گرفتم، تهدید به زندان شدم، محاکمه شدم، مقاله نوشتم راجع به همین تصادفات، مقاله نوشتم خیلی بیشتر از شما. من سوال میپرسم شما چرا این حساسیت رو نسبت به 107 کشته اطباء خودتون در کشور خودتون که امریکایی ها میکشنشون ندارید؟ اما این موضوع اینقدر براتون جذابه، هی میگید دولت ایران باید همراهی بکنه، همدلی بکنه، چرا یک کلمه از دولت خودتون حرف نمیزنید؟ اونجا مرز یا خونه خاله است. خانم سما، آقای جعفریان حرفشون تقریبا این گونه است که بعضیا میگن وقتی مربوط میشه به روابط ایران و افغانستان. آقای موسوی اگر بعد از دو و نیم سال من اجازه یافتم دوباره صحبت بکنم، دو و نیم سال که نخواستم با ویسی حرف بزنم به همین دلایل، بذارید مسئله روشن بشه نه اینکه به نتیجه که دلخواهتون بشه. بفرمایید، خواهش میکنم. من میخواستم بله چون من هیچ وقت نمیبینم شما وسط صحبت خانم سما بیاید، ولی خیلی علاقه من این است که حرف من رو در جایی که میخواد به نتیجه برسه قطع کنید. بفرمایید نکتهتون رو. بفرمایید آقای جعفریان. والا فراموش کردم و این یه سیستم یک نیرنگ رسانه‌ایه که یک جای وسط حرف طرف یه اینترنت رو صحبتش بکنه. بفرمایید من صحبت خانم سما نه من خواستم یک جنبندی بکنم. یک لحظه فکر کردم که حرفتون تموم شده آقای جعفریان به خاطر کیفیت اسکایپ. در هر صورت خانم سما اشاره آقای جعفریان این است که شایبه سیاسی بودن موضوع مطرحه. این است اینه که وقتی مسئله رابطه ایران و افغانستان هست گویا دولت افغانستان یا گروهی در اون دولت نوعی اجندای سیاسی یا خواسته سیاسی داره.
من فکر میکنم که ایشان با توجیهاتی که از اول مصاحبه تا حال میکنن و مواردی که جهت دهی میخواین بکنن، بیشتر مسئله اصلی را میخواین به حاشیه ببرن. اینکه در کشور ما ظلم وجود داره، اینکه نارسیدگی وجود داره، اینکه اتفاقات زیادی میفته، انتحار میشه، ما از سوی کشورهای نه تنها مثل ایران، همسایه دیگه مثل پاکستان هم در خیلی از موارد مورد خشونت قرار میگیریم و اتفاقات زیادی از این دست میفته و اینکه چقدر ما در این مورد واکنش نشان میدیم و پرسان میکنیم و چقدر حکومت خود پاسخگو در این رابطه میدانیم، مطمئنا مردم ما در کشور و خیلی از مردم که دیده باشند مصاحبه های ما را و واکنش های ما را دنبال میکنن. اینکه شما در جریان نیستین بحث جدایی است، ولی سعی نکنین که با این بحث ها بحث اصلی را به حاشیه ببرین. اینکه شما توته برخی از رسانه ها این قضایا را میدانین یا فکر میکنین در یک زمان خاص یک سری مسائل بیشتر پررنگ میشه، این بله. ارتباط میگیره و سیاست هایی که هر رسانه میتونه داشته باشه، اما خیلی نکته اصلی این هست که اینجا خشونتی صورت گرفته، جنایتی صورت گرفته، ظلمی صورت گرفته و باید در مقابلش همگی پاسخگو باشن و عدالت تنها در کشورهای او طرف دنیا به خاطر ابزار قرار دادن نبینن. عدالت ابزار قرار ندین. جورج فلوید ها در این نزدیک ایران هم هستن. خانم سما وقتمون خیلی کمه، اجازه بدید که آقای جعفریان پاسخ بدن. وقتمون خیلی کمه آقای جعفریان، بفرمایید جنبندیتون رو ارائه بکنید. خانم سما، جورج فلوید قاچاقی وارد یک کشور نشده بود. جورج فلوید 3 میلیون هموطنش در این کشور ساکن نبودن. شما دقت بفرمایید، آیا ما با یک حکومت در افغانستان مواجهیم یا با یک فرقه؟ تمام مرزهای شما خالیه، هیچ پاسگاه شما نیروی مرزی نداره. تا به حال یک قاچاقچی انسان رو دستگیر نکردیم که آدم به ایران میاره. حتی گفتین پول نداریم پاسگاه بسازیم، بیشتر از 100 تا پاسگاه ساخته ایران در اونجا. تمامی پاسگاه سال 97 تخلیه شده. ما چی کار باید بکنیم؟ 1 میلیارد را فقط داریم هزینه دانش آموزای افغانی رو در اینجا میدیم. شاعرتون مریض میشه اینجوری بهش رسیدی میکی، مجانی اینجا دارن درمان میشن. کرونا الان در افغانستان داره بیداد میکنه مثل برگ خزان. آقای امرالله صالح میگه تمام خانواده من و نیم دفتر من مبتلا شدن. رئیس آقای قریشی بیمارستان زرنج امروز فوت کرده. رئیس پلیس کندوز در اثر کرونا فوت کرده. اینا فوش دارن، اینا کشتن هموطنان میکنه. من به وزارت خارجه کشور خودم هشدار میدم آقایان بی عرضه، شما که میرید واز میکنید ویزا رو، متوجه هستید دارید چیکار میکنید؟ کشوری که تمام امور جهانی، تمام مراکز جهانی داره هشدار میده با بحران کرونا روبرویه، داره نیروش وارد میشه. یک چوپان ایرانی تو مرز ترکمنستان اشتباهی رفته 9 سال زندان اونجا. من خودم یه بار بدون ویزا اومدم افغانستان، 14 سال دادگاه به من حکم داد. متشکرم، خیلی ممنونم آقای جعفریان. متشکرم، متاسفانه وقتمون تموم شد. ممنونم از محمد حسین جعفریان، کارشناس ارشد مسائل افغانستان از مشهد، و مریم سما، عضو مجلس نمایندگان افغانستان از کابل با ما. اوپک و متحدانش به استثنای مکزیک توافق کردند که سقف فعلی تولید نفت را 1 ماه دیگر حفظ کنند. این تصمیم در نشست از راه دور وزیران نفت و انرژی این گروه موسوم به اوپک پلاس گرفته شد. 2 ماه پیش بود که این کشورها تصمیم گرفته بودند تولید نفتشان را روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه کاهش دهند و قرار بود از اول ژوئیه این سقف تولید 2 میلیون بشکه افزایش پیدا کند. اما حالا این افزایش برای 1 ماه به تعویق افتاده. در 1.5 ماه گذشته قیمت نفت خام در بازارهای جهانی افزایش قابل توجهی داشته. در این مدت قیمت هر بشکه نفت برنت از کمتر از 20 دلار به بیشتر از 40 دلار رسیده. بهرنگ تاجدین همکارم اینجا در استودیو با من. بهرنگ، اول بد نیست که در مورد این نشست بگیم، در مورد تازه ترین خبری که بالاخره از این نشست اوپک پلاس اومد بیرون. ببین، تو این نشست تصمیم گرفتن در نهایت اون سقف، اون کاهش تولید فعلیشون رو برای 1 ماه تمدید کنن به استثنای مکزیک. اگه یادتون باشه در نشست 2 ماه پیش اضطراری اوپک پلاس، مکزیک قرار بود
سهمیش 400 هزار بشکه در روز باشه، یعنی قرار باشه 400 هزار بشکه در روز از تولیدش کم کنه، اما انقدر مقاومت کرد برای 3 روز که در نهایت گفتن باشه شما 100 هزار بشکه کم کن، 300 هزار بشکه دیگر آمریکا قرار شد از طرف مکزیک کم کنه. و این بار چیزی که میبینیم اینه که مجدداً مکزیک مقاومت کرده و به تنهایی باعث شده که توافق اون طوری که طراحی شده بود انجام نشه. و خیلی جالبه که برای اولین بار به نوعی این کشورهای اوپک پلاس که باید تمام تصمیماتشون با اتفاق آرا گرفته بشه کوتاه اومدن، قرار شد بقیه تولیدشون رو کم کنن و مکزیک تولیدش رو بالا ببره، که این یه چیزیه که در نهایت به کارکرد اوپک و اوپک پلاس ضربه میزنه، چون این سازمان فقط وقتی مؤثر میتونه باشه که همه با هم تصمیم بگیرن که تولیدشون رو محدود کنن که قیمت رو بتونن کنترل کنن. خب قیمت البته در حال بالا رفتن بوده در روزهای اخیر، چه ضرورتی داشته که این همه تلاش بکنن قیمت رو پایین نگه دارن؟ سه دلیل عمده داره. دلیل اولش اینه که اقتصاد جهان همچنان در رکوده. ما اگه به قیمت نفت از ابتدای سال 2020 میلادی، یعنی از 5 ماه پیش نگاه بکنیم، میبینیم که در ابتدای سال قیمت نفت نزدیک 70 دلار در هر بشکه بود و بعد پایین اومده و با وجود این افزایشش توی 6 هفته اخیر بازم کمتر از اون میزانیه که در واقع 5 ماه پیش بود. و دلیل اصلی این کم بودن هم اینه که به هر حال تا وقتی که به خاطر کرونا مردم سوار هواپیما نمیشن، سوار قطار و ماشینشون نمیشن، مسافرت نمیرن، کارخونه ها تعطیلن، تقاضای جهانی کمه. در نتیجه هنوز اقتصاد دنیا به اونجایی برنگشته که تقاضا وجود داشته باشه. به همین خاطره که میخوان این سطح تولید رو در سطح فعلیش حفظ کنن. دلیل دومش اینه که این بیشتر بودن عرضه از تقاضا باعث شده که در نیمه اول سال 2020 به تخمین اوپک ذخایر نفتی جهانی 1.5 میلیارد بشکه بالا بره. تو چنین شرایطی شما حتی اگر که تقاضا هم بره بالا، به خاطر اینکه اون ذخایر هست قیمت چندان افزایش پیدا نمیکنه، چون اگه قیمت بالا بره خیلی ها ممکنه از ذخایرشون استفاده کنن یا اصلا اون ذخایر رو بیان در بازار بفروشن و هنوز انقدر ذخیره هست که این میتونه جلوی در واقع بالا رفتن قیمت نفت رو بگیره. و دلیل سومش اینه که آمارها نشون میده اعضای اوپک پلاس به این سهمیه هاشون پایبند نبودن و در ماه مه، ماه گذشته میلادی که همین چند یه هفته پیش تموم شد، 1.5 میلیون بشکه در روز بیشتر از اون سهمیهشون تولید کردن. به همین خاطر یک بخشی از این در واقع حفظ سقف تولید فعلی به این برمیگرده که اون کشورها بیان و قرار اونهایی مثل عراق که به سقف تولیدشون پایبند نبودن در 3 ماه آینده تا پایان ماه سپتامبر به نوعی جبران بکنن و حتی از سهمیه فعلیشون کمتر تولید بکنن تا به نوعی جبران بشه. بسیار ممنونم از بهرنگ تاجدین همکارم. سازمان بهداشت جهانی درست در روزهایی که نقش و اهمیتش از هر سازمان بین المللی دیگری مهمتر به نظر میرسد، از طرف یکی از مهمترین اعضایش یعنی آمریکا تهدید شده. آمریکا که در صدر تامین کنندگان هزینه‌های این سازمان بوده، حالا این سازمان رو ترک کرده. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اتهام‌های مهمی علیه این نهاد وابسته به سازمان ملل مطرح کرده، از جمله اینکه در همدستی با چین از اعلام شرایط اضطراری کوتاهی کرده. کیوان حسینی نگاهی کرده به جایگاه سازمان بهداشت جهانی در ساختار بین المللی و اتهام هایی که دولت آمریکا علیه آن مطرح کرده. The struggle against epidemics is a global one, for the danger of death is worldwide. Then what is the answer? سازمان بهداشت جهانی پاسخی برای درمان دردهای جهانی بشر. این مرد دکتر جورج بروک چیزولم نام سازمان بهداشت جهانی را در سال 1948 پیشنهاد کرد و خودش هم نخستین مدیرش شد، سازمانی که به گفته او در خدمت بهبود سلامت همه انسان‌های کره زمین خواهد. در این فیلم تبلیغاتی که برای معرفی سازمان بهداشت جهانی تولید شد، بیش از هر چیز بر جهانی بودن خطر بیماری‌های واگیردار تاکید شد و اینکه مبارزه با آنها نیز باید به شکل جهانی صورت بگیرد. For epidemic strikes any time.
72 سال از آن روزها گذشته و سازمان بهداشت جهانی احتمالاً هرگز در این 7 دهه تا این حد در مرکز توجه افکار عمومی جهانیان نبوده. بحرانی که شیوع کرونا پدید آورد، خط به خط تکرار همان حرف‌هایی است که در فیلم تبلیغاتی سازمان بهداشت جهانی 70 سال پیشتر گنجانده شده بود. خطر یک همه‌گیری جهانی و نیاز به اقدامی جهانی. سازمان بهداشت جهانی سازمان عضومحوره و مهمترین کارکردش هماهنگی و حمایت برای تعیین استانداردهای سلامت عمومی در سراسر جهانه. این سازمان برابری در سلامت و قابل دسترس بودن خدمات بهداشتی و درمانی رو تبلیغ میکنه. مرکز سازمان بهداشت جهانی اینجاست، ژنو، شهری که میزبان نزدیک به 30 سازمان مشابه و نهادهایی است که همگی بخشی از نظم بین المللی دنیای امروز محسوب می شوند. در اینجا، کاخ ملل در ژنو. در این راهرو و تالارهای باشکوه جلساتی برگزار می شوند که می توانند بر دورترین نقاط کره زمین اثر بگذارند. به بیان دیگر، اگرچه در کره زمین از حکومت جهانی خبری نیست، اما تا همینجا همین سازمان‌ها، همین مراکز بین‌المللی پر رفت و آمد، نزدیک‌ترین تشکیلات به نوعی حکومتی جهانی هستند که به دست بشر ساخته شده. اما این تشکیلات دست کم برای سلامت جهانی تفاوتی بنیادین با یک حکومت واقعی دارد. سازمان بهداشت جهانی نمیتونه کسی رو مجبور کنه تا تصمیماتش رو اجرا کنه. نقش اون اینه که بر اساس شواهد موجود راهنمایی کارشناسی ارائه کنه. اگه اختیارات بیشتری می‌داشت خیلی کمک می‌کرد، اما این یک مسئله سیاسیه. اونا پلیس نیستن. اگه دسترسی به جای و کشوری و اطلاعاتی رو نیاز داشته باشن، باید با اجازه عضو مورد نظر باشه. نمیتونن به زور وارد جایی بشن. باید به اون کشور دعوت بشن. اتفاقا کشورهای قدرتمند این قواعد رو پایه‌ریزی کردن، چرا که اروپایی‌ها، روس‌ها یا آمریکایی‌ها علاقه‌ای ندارن که کسی بیاد و در امور داخلیشون دخالت کنه. اما واقعیت این است که حکمرانی جهانی همیشه و همه جا به این شکل نیست. سازمان ملل 6 نهاد زیر مجموعه دارد. شورای امنیت با قدرت و اختیاراتی استثنایی، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومیت، دیوان بین المللی دادگستری، دبیرخانه و مجمع عمومی. بعضی از نهادها مانند یونیسف زیر نظر مجمع عمومی اند و برخی زیر نظر دبیرخانه. در میانشان شورای اقتصادی و اجتماعی با کمیسیون‌های مختلف نقش یک چتر ساختاری را برای سازمان‌های تخصصی بازی می‌کند. سازمان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول، یونسکو و سازمان بهداشت جهانی. در واقع این سازمان‌ها از نوعی خودمختاری بهره می‌برند و به همین دلیل قدرتشان نه به این ساختار جهانی بلکه به موقعیت خود این سازمان‌ها وابسته است. به بیان دیگر، سازمان بهداشت جهانی آینه تصمیماتی است که اعضایش برایش گرفتند، نه یک نهاد فراملی مستقل از دولت‌های عضو. با این حال، این موضوع مانعی بر تسلط قدرت‌های بزرگ بر این سازمان نیست، یعنی اتهامی که دولت آمریکا متوجه سازمان بهداشت جهانی کرده. مدیریت سازمان بهداشت جهانی تحت تأثیر کشورهایی که بیشترین نفوذ رو دارن. به طور سنتی این سازمان تحت سلطه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بوده و هنوز هم وضعیت همونه. اینکه سازمان بهداشت جهانی چین محور شده انتقاد منصفانه‌ای نیست. حتی کسی که در این سازمان به عنوان مسئول حقوقی باید به این انتقادات جواب بده، خودش از مقامات سابق دولت آمریکاست. سازمان بهداشت جهانی این استراتژی رو انتخاب کرد که با چین روابط خوبی داشته باشه و ازشون تعریف کنه تا به اطلاعاتشون دسترسی داشته باشه و بتونه به دیگران کمک کنه. ظاهراً این موضوع آمریکا رو حسابی دلخور کرد. این نخستین بار نیست که سازمان بهداشت جهانی بعد از همه‌گیری یک بیماری با انتقادهایی روبرو می شود. اما این نخستین بار است که موجودیت این سازمان توسط یکی از مهمترین اعضایش یعنی آمریکا زیر سوال می رود. سازمان بهداشت جهانی به همین شکل میماند یا به کلی متحول می شود، پرسشی است که باقی اعضای این سازمان باید با آن پاسخ بدهند. پرسشی که فعلا در میانه یک همه‌گیری جهانی فرصتی برای طرح آن وجود ندارد. کیوان حسینی، بی بی سی. مرجان خواننده و بازیگر قدیمی ایرانی در سن 72 سالگی در آمریکا درگذشت. علت مرگ او ایست قلبی اعلام شده. منو تو خط جدایی کشیده دل میگه نفرینش کنم به دردمون دوچار
شهلا صافی ضمیر که به نام هنری مرجان شناخته می شد در 21 سالگی با فیلم دنیای پر امید وارد عرصه سینما شد و با اجرای ترانه کویر دل به شهرت رسید. مرجان بعد از انقلاب در ایران مدتی بازداشت شد. او در مصاحبه گفته بود جرمش هواداری از سازمان مجاهدین خلق بوده و بعد از آزادی 17 سال ممنوع الخروج بوده. او بعد از خروج از ایران در شهر لس آنجلس در آمریکا زندگی میکرد. ترانه براندازان رو اجرا میکنه. این ترانه اثری است از هنرمندان اشرفی. وارتان آوانسیان مؤسس شرکت ترانه از لس آنجلس با ماست. آقای آوانسیان تهیه کننده آلبوم کویر دل خانم مرجان بودند. آقای آوانسیان، از کارنامه هنری خانم مرجان بگید، شاید بیشتر از هر کسی شما این کارنامه رو بشناسید. با ضمن تسلیت به خانواده هنری، مخصوصا آقای فریدون ژولک همسر خانم مرجان، بله، اولین کار خانم مرجان رو ما در ایران به نام کویر دل تهیه کردیم که خودش هم در اون زمان داستان جالبی داشت. در همون زمان همین بی بی سی در ایران شعبه‌ای داشت که کارهای هنری انجام میداد. در اون زمان یه اختلافی بین شرکت آهنگ که ما بودیم و بی بی سی در سر همین آهنگ به وجود اومد که در اینجا خب به خاطر اینکه حق با ما بود ما تونستیم این کار رو در اون زمان به صورت تک آهنگ در کاستی که با خواننده‌های دیگه با هم بود به بازار ارائه شود و مرجان با همون یه دونه آهنگ تونست در دل میلیون‌ها نفر برای خودش جا باز بکنه. مرجان به نظر من صدای شیرینی داشت، خیلی لطیف و صداش دلنشین بود و خب بعدها با خوندن آهنگای دیگه مثل خونه خالی، جفت سلیمان، کی صدا کرد منو، گم شده و خیلی از آهنگای دیگه تونست برای خودش به عنوان یک خواننده‌ای که سبک مخصوص به خودش داره خودشو تثبیت بکنه. خب بعدن که بعد از انقلاب که در آمریکا اومدن و خب یه سری آهنگای دیگه هم خوندن، ولی شهرت مرجان رو باید در واقع با همون کویر دل تثبیت کرد. گفتید صدای شیرینی داشت، سبک منحصر به خودش رو هم داشت. منظورتون این هست که از بسیاری از خواننده های اون زمان متفاوت بود؟ آیا تفاوتی روشن مثلا با خواننده های هم دوره خودش داشت؟ دقیقاً. ببینید صدای مرجان وقتی شما گوش میکنید ببینید تون صداش دیفرنت، صداش با خواننده‌های دیگه فرق میکنه. با اینکه وسعت صدای آنچنانی نداشت ولی صداش در مجموع بسیار به دل خوش مینشست، خیلی خوب میخوند. همون کلمه شیرین رو فکر کنم بهترین تعریفیه که میتونم از صدای مرجان داشته باشم. در سالهای اخیر چقدر فعال بود، خصوصا این که نزدیک بود یا حالا عضو بود در سازمان مجاهدین خلق و یکی دو تا ترانه سیاسی هم خصوصا در سالهای اخیر منتشر شد؟ خب ببینید، برای که دیگه سبک کار از اون حالت کامرشال، از اون حالت مردمی بیرون اومد، برای که خب دیگه مخصوص کارهایی میخوند که یه تم سیاسی داشت، خب اون شهرت و محبوبیت سابق و شاید دیگه نتونست به دست بیاره. ولی مرجان به عنوان اینکه یک خواننده یا هنرپیشه یا یه شخصیت جنجالی نبود، خیلی با شخصیت، خیلی خانوم، خیلی با کلاس. من اغلب گاهگداری میدیدمش برای اینکه میومد با فریدون ژولک به جایی که ما هم دفتر داشتیم میدیدمشون. واقعا خواننده و هنرپیشه و انسان بسیار خوب و یعنی باید به اینجوری گفت خانوم بود، من این کلمه رو میتونم به کار بگیرم. خب ایشون بازیگرم بودن، کار خوانندگی هم کردن. خیلی خیلی کوتاه وقتی که شما کارتون رو شروع کردید، بیشتر کدوم بخش شخصیت ایشون باعث شد که کار رو شروع بکنید با ایشون؟
وقتی که شروع شد، خب ما فقط به خاطر صداش و کاری که انجام داده بود به نام کبیر دل مد نظر ما بود. اون موقع بیشتر ما با خود آقای ژورک در تماس بودیم، فقط خانم مرجان اجرا کرده بودن کارو. خب صداش و کارش به خاطر اینکه خوب بود تشخیص دادیم که میتونه خیلی به صلاح توی بازار برای خودش جا باز بکنه، این کاری کردیم و بسیار موفق بودیم. متشکرم از وارتان آوانسیان، مدیر مؤسسه شرکت ترانه از لس آنجلس با ما، و برنامه رو با یکی از آهنگ‌های خانم مرجان به پایان می‌بریم. دیو بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکه تو سرده، دل که میگفتم محرم با من، کاش که میدیدی بی تو چه کرده. ای که به شب خواب صبح سفیدی، بی تو کبیری پیش آمان من، ای که به رنجم رنگ امیدی، بی تو اسیری در دامان من. اونی که میخواستی تو قبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد، اسم تو رو رو بال مرغا نوشت، رو کنده سبز درختان به. یه روز که بارون می اومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوش، دریا با موجاش اونو از خودش رو